اجرای تکنیک طرح ماهو داریم. این قسمت کامل بعد از اینکه بتونه شد، سفید شد و حالا آماده اجرای تکسچر هست. شما میتونید تو این مرحله از انواع تکسچرها استفاده کنید. مثل متریال صخره میتونید از پودر بتونه کناف استفاده کنید و بعد از اون بیاین از تکسچرهای خیلی معمولی تر برای حجمه استفاده کنید. تکسچرهایی مثلا لایمی پلاستر یا برای مثال بسکت، به خاطر اینکه نمیتونه تو ضخامت‌های زیاد کار کنه و باعث ایجاد ترک میشه، باید مرحله مرحله کار شه. من اینجا دارم از متریال صخره استفاده میکنم چون میتونم بهش ضخامت بدم، میتونم اون حجمی که میخوامو در بیارم و اون چیزی که میخوام قابل اجرا هست. با هم دیگه میریم برای شروع اجرای کار. متریال صخره هستش. شما میتونید این متریال اجرا کنید تو ضخامت‌های بالاتر، میتونید رنگش کنید، یه مقدار توستیش کنید و بعد اجرا کنید. برای این تکنیک میتونم سفید باشه و بعد شروع کنیم رنگ‌آمیزی کردن. کل سطحمون رو یک لایه اول تکسچر رو اجرا میکنیم که بتونیم اون حجم مورد نظرمون رو در بیاریم. سعی کنید ضخامت ها متفاوت باشه، یک مقداری جاهای بیشتر، یک جاهای کمتر باشه. تو اجرای این تکسچر دیگه نگران ترک خوردن نباشه، چون میتونید ضخامت رو بیشتر اجرا کنید و مشکلی در کارتون پیش نمیاد. یک لایه اجرا کردم، یک جاهایی هنوز میخوام ضخامت کارم بالاتر بره و بعد میخوام بافت یه چیزی شبیه مثلا بافتایی که زیر کار تکسچر شما برای استنسیل اجرا میکردید، میخواییم اونا رو اجرا کنیم. حالا از چی میتونی استفاده کنی؟ میتونی اصلا از دستت استفاده کنی، میتونی از یک کیسه استفاده کنی، میتونی از یه قلتک خشک استفاده کنی. دقیقا همون کارهایی که برای اجرای بافتای زیر تکسچر استفاده میکردیم و توضیح میدادیم، شما تو این کارم میتونی ازش استفاده کنی. برای مثال میتونی از یه کیسه استفاده کنی به صورت چروک و با دستت بازی کنی، یه مقدار بافت بدی به سطح کارت، چون نمیخواییم اصلا یه طرح منظمی رو تو این سطح داشته باشی. با دستت حالت بده میبینید یک بافت نامنظم به دست اومد. همه قسمت هایی که تکسچر رو اجرا کردی این بافت رو در میاری. هیچ قانون خاصی نداره بچه ها، حتی با دست نیا کنی، شما با دستم میتونید روی سطح کارتون برید. پس اصلا خودتون رو محدود توی اجرای این تکنیک نکنید. ولی برای سرعت کار من از یک کیسه، یک سفره استفاده کردم. تمام قسمت هایی که تکسچر اجرا شده بود این طرح در اومد. بیریم برای اجرای مرحله. یه مرحله بچه ها از هر چیز گردی، یه بشقاب، یه در، مثلا دایرهای مختلف استفاده می کنید، جایی که قرار این دایره ها توی این ماه اجرا بشه رو مشخص می کنید. حالا من برای مثال برای دایره‌های کوچیکم از یه لیوان دارم استفاده می‌کنم. هر جایی رو که بخواید این طرح بیفته فشار بدید اون قسمت مشخص بشه و بعد میریم برای
زخامت دادن تو اون قسمت هایی که قراره قسمت های دایره ایجاد بشه. من یه دایره بزرگتر دارم، من یه سینی استفاده میکنم که جاشو مشخص کنم. میتونم نصف از کار مشخص باشه که حالت طبیعی تری به هم بده. فعلا تا این قسمت مشخص کردم. دوباره میریم ضخامت کارمونو بیشتر میکنیم. اگر نیاز بود این قسمت های دایره ها هم بیشتر. بچه ما دایره ها رو مشخص کردیم. الان یه قسمت های از کار رو من میخوام ما بین این دایره ها باز حجم کار رو بیشتر کنم. بعد برم قسمت دایره ها لبه های کار رو باز ضخامت میدم. حالا میتونید گاهی بیایید اصلا با دستت تا قبل از اینکه تکسچرت خوش نشده داخل اینم اصلا با دستت خوش خالیش کنی و بعد لبه ها رو ضخامتش رو بیشتر کنی. همه این کارا رو یک جوری داری با خمیر بازی میکنی که بتونی اون حجم رو در بیاری. حالا من اینجا شروع میکنم قسمت هایی که میخوام حجم کارم رو بیشتر میکنم. بیشتر مانوری که دارم میدم اطراف قسمت هایی که اومدم این دایره ها رو ایجاد کردم. با دست من دارم حجم داخل رو کم میکنم. دقت کنید یه قسمت های از اطراف کار باز حجم کار بیشتر شده.
این کار بعد تو چند مرحله اجرا بشه بچه‌ها؟ من الان این قسمت رو اجرا کردم، باز بهش یه تایم میدم یک مقدار خودشو بگیره. مجددا این قسمت‌های لبه رو شاید تو دو سه مرتبه قسمت‌های لبه رو فقط شما باید اجرا کنید. حالا شروع می‌کنیم قسمت دایره، لبه‌های دایره رو بافتو بیشتر کردن. بافتو بیشتر می‌کنیم، میاریم به سمت پایین. تمام این دایره‌هایی که داریم باید این کار انجام بشه. شما میتونید حالا تو یک مرحله، دو مرحله، سه مرحله، هر چقدر که بخواید بافت کارتون بیشتر باشه این مرحله رو اجرا کنید. بعد از اینکه این کارم انجام دادید با یک کاردک هنری یه مقدار روی لبه ها رو باهاش بازی کنید به سمت بیرون. ما بین کار رو یه مقدار باز از ضخامت کار بیشتر میکنم. به همین ترتیب قسمت های دایره دیگه هم ضخامت رو ایجاد میکنیم، ما بین کار رو پر میکنیم و بعد میریم مرحله بعدی.